دلیل استقرار این اسکادران ها در دل کوه های ایران که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن را به دلایل حفاظتی نشان دهد، مقابله و پدافند غیرعامل در مواجهه با هر گونه بمب‌های سنگرشکن و ضد استحکامات است که توسط بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا حمل می‌شوند. در صورت عبور از سپرهای دفاعی، هیچ بمب سنگرشکنی نمی‌تواند خللی در عملیات‌های این پایگاه‌های زیرزمینی ایجاد کند. این پایگاه تاکتیکی می‌تواند تا چند ماه در صورت نیاز سوخت و مهمات جنگنده‌های حاضر را ذخیره کند و مأموریت‌هایش را انجام دهد. یکی از همین مأموریت‌ها در حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش از محل آلرت پایگاه انجام می‌شود. تمرین در روز و شب برای مقابله با حمله احتمالی. توان موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران در کنار تسلیحات دوریستا و نقطه زن روی جنگنده‌های ارتقا یافته به دست آمده که به گفته آمریکایی‌ها دیگر برتری مطلق هوایی در غرب آسیا ندارند. یکی از این تسلیحات موشک کروز آصف است. ما برای اینکه هواپیماهامون از دید رادار دشمن دور نگه داریم، این موشک طراحی شده از کلاهاک. این موشک کلاهاک با قدرت انفجار بسیار بالا که استحکامات سنگین رو میتونه نابود کنه طراحی شده. این موشک سلاح ایرانی جنگنده سوخو 24 است و ما اجازه انتشار اطلاعات بیشتر از برد این موشک راهبردی را نداریم. مداومت پروازی این جنگنده ها که در یکی دیگر از پایگاه های زیرزمینی مستقر شده اند با سوختگیری هوایی به 4000 کیلومتر میرسه. اگر دشمنان ما که معمولا دچار محاسبات غلط میشن، گاهی برخی از این توانمندی ها رو ببینند، اینها کمک میکنه که آرامش بیشتری در جهان حاکم باشه، آرامش بیشتری در منطقه حاکم باشه. حالا فرمانده کل ارتش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در بازدید از این پایگاه همراهی میکند. سلشگر باقری طراحی چنین پایگاه‌هایی که توسط فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با همکاری نیروی هوایی انجام شده است را موجب غافلگیری و به گفته او به هم خوردن محاسبات نظامی دشمن در صورت تهاجم به خاک ایران می‌داند. یعنی نیروی هوایی از این پایگاه‌ها در سراسر ایران با سلاح‌های نقطه‌زن و تجهیزات جنگ الکترونیک قبل از آنکه متوجه حضورش شوند به اهداف خود حمله می کند و می تواند آنها را نابود کند. اگر کشوری مبدئی برای تهاجم به جمهوری اسلامی استفاده بشه در کشورهای اطراف یا هر سرزمینی علاوه بر رژیم صهیونیستی، اون مبدأ اون محل مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت. خبرنگار CNN از روی ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش رزمایش آمریکا و اسرائیل را گزارش می‌کند. میگوید این یک سیگنال به ایران است. رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل درست 10 روز بعد از رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش برگزار شد. سیگنال هایی رو به صورت پشت پرده آمریکا به ایرانی ها داده. فکر میکنید تصمیم گیران ارشد سیاسی و نظامی در ایران وقتی مانور رو از دور در تهران تماشا میکنن میبینن چه پیامی اونها دریافت میکنن؟ شاید آنها پیام آن موقع ایران را درست دریافت نکرده بودند. ایران حالا مجددن پیام میفرستن. این صدای قرش از دل کوه است. جنگنده‌های این پایگاه مسلح به انواع موشک‌های کروز و بمب‌های نقطه زن برای حمله به اهداف خود در عمق خاک دشمن هستند. دلیل استقرار این اسکادران‌ها در دل کوه‌های ایران که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن را به دلایل حفاظتی نشان دهد، مقابله و پدافند غیرعامل در مواجهه با هر گونه بمب‌های سنگرشکن و ضد استحکامات است که توسط بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا حمل می‌شوند. در صورت عبور از سپرهای دفاعی، هیچ بمب سنگرشکنی نمی‌تواند خللی در عملیات‌های این پایگاه‌های زیرزمینی ایجاد کند.
این پایگاه تاکتیکی میتواند تا چند ماه در صورت نیاز سوخت و مهمات جنگنده های حاضر را ذخیره کند و مأموریت هایش را انجام دهد. امروز بیش از 10 پرواز داشتند، 10 پرواز مأموریتی. یکی از همین مأموریت ها در حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش از محل آلرت پایگاه انجام می شود. تمرین در روز و شب برای مقابله با حمله احتمالی. پیام این مأموریت ها در این پایگاه های زیرزمینی این است که حالا قدرت مطلق منطقه‌ای در آسمان ما هستیم. این قدرت با توان موشک های بالستیک و پهپادهای ایران در کنار تسلیحات دور ایستا و نقطه زن روی جنگنده های ارتقا یافته به دست آمده که به گفته آمریکایی ها دیگر برتری مطلق هوایی در غرب آسیا ندارند. یکی از این تسلیحات موشک کروز آصف است. ما برای اینکه هواپیماهامون از دید رادار دشمن دور نگه داریم این موشک طراحی شده. کلاهاک این موشک کلاهاک با قدرت انفجار بسیار بالا که استحکامات سنگین رو میتونه نابود کنه طراحی شده. این موشک سلاح ایرانی جنگنده سوخو 24 است و ما اجازه انتشار اطلاعات بیشتر از برد این موشک راهبردی را نداریم. مداومت پروازی این جنگنده ها که در یکی دیگر از پایگاه های زیرزمینی مستقر شده اند با سوختگیری هوایی به 4000 کیلومتر میرسد. اگر دشمنان ما که معمولا دچار محاسبات غلط میشن گاهی برخی از این توانمندی ها رو ببینند، اینها کمک میکنه که آرامش بیشتری در جهان حاکم باشه، آرامش بیشتری در منطقه حاکم باشه. حالا فرمانده کل ارتش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در بازدید از این پایگاه همراهی میکند. سلشگر باقری طراحی چنین پایگاه‌هایی که توسط فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با همکاری نیروی هوایی انجام شده است را موجب غافلگیری و به گفته او به هم خوردن محاسبات نظامی دشمن در صورت تهاجم به خاک ایران می‌داند. یعنی نیروی هوایی از این پایگاه‌ها در سراسر ایران با سلاح‌های نقطه‌زن و تجهیزات جنگ الکترونیک قبل از آنکه متوجه حضورش شوند به اهداف خود حمله می کند و می تواند آنها را نابود کند. اگر کشوری مبدعی برای تهاجم به جمهوری اسلامی استفاده بشه در کشورهای اطراف یا هر سرزمینی علاوه بر رژیم صهیونیستی، اون مبدع اون محل مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت.